درود بر شما. با 180 ثانیه چهارشنبه 23 تیر ماه ما رو همراهی کنید. در پی انتشار بیانیه وزارت دادگستری آمریکا در خصوص تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد از آمریکا، چند نهاد صنفی روزنامه‌نگاری و انجمن قلم آمریکا این توطئه را نفرت برانگیز خوانده و محکوم کردند. در تازه ترین واکنش، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران اعلام کرد با این روزنامه نگار ساکن نیویورک اعلام همبستگی می کند. علی نژاد در پیامی توییتری از تلاش پلیس فدرال آمریکا FBI برای خنثی کردن توطئه ربودنش تشکر کرد. اراس امیری به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده است. قوه قضاییه در ابتدا اتهام خانم امیری را جاسوسی عنوان کرده بود، اما بعدتر مشخص شد که اتهام او جاسوسی نیست و او با عنوان مجرمانه راه اندازی گروه‌های غیرقانونی محاکمه شده است. خبرگزاری حرانا گفته آزادی موقت خانم امیری اوایل تیر ماه در پی پذیرش اعادهٔ دادرسی در دیوان عالی کشور بوده است. نشریه آمریکایی فری بیکن نوشته است در همان روزی که وزارت دادگستری آمریکا یک شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی را به برنامه‌ریزی برای ربودن یک آمریکایی متهم کرد، وزارت خارجه در نامه‌ای به کنگره اطلاع داد که پول مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی و ژاپن را آزاد کرده است. فری بیکن گفته که دولت جو بایدن به توافق نهایی با نظام اسلامی جهت رفع تحریم‌های وضع شده نزدیک می‌شود، اما انتظار می‌رود اعضای جمهوری‌خواه کنگره تلاش کنند مانع از اجرای این برنامه شوند. به گزارش وبسایت شورای نگهبان، در انتخابات هیئت رئیسه این شورا که امروز برگزار شد، احمد جنتی بار دیگر همچون دهه‌های گذشته در سمت دبیر این شورا ابقا شد. سیامک رهبک و هادی تهان نظیف، دو تن از اعضای حقوقدان این شورا، به سمت‌های قائم مقام و سخنگو انتخاب شدند. تهان نظیف جانشین عباس علی کدخدایی می‌شود که به نوشته وبسایت شورای نگهبان از این سمت کناره گرفته است. وی با کناره‌گیری از سمت سخنگویی این شورا، ریاست پژوهشکده شورای نگهبان را در دست خواهد گرفت. امارات متحده عربی حدود 10 ماه پس از امضای پیمان صلح با اسرائیل امروز چهارشنبه سفارت خود را در تل آویو رسما افتتاح کرد. در مراسم افتتاحیه سفارت امارات، محمد محمود آل خواجه سفیر اعزامی این کشور به اسرائیل پرچم امارات را بر فراز دفتر سفارت به اهتزاز درآورد و همچنین از گسترش مناسبات و همکاری در زمینه‌های مختلف با اسرائیل خبر داد.